سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمت شما هستم. من زهرا سروش، خانم دکتر فوجان زینی، روانشناس پژوهشگر و نویسنده خوب برنامه لایو با آقای دکتر ناصر صالحی نیا که عصبشناس برنامه‌مون هستن. امیدواریم از این به بعد باشن که ما همیشه داشته باشیمشون، چون حرفای قشنگی در برنامه قبلی زدن، مورد رضایت شما واقع شده. ولی امروز سوژمون خیلی جالبه، یکی راجع به خوب و بد، مثبت منفی، تسکین. شنیدین که میگن که اعصابم خورد شد؟ میخوام ببینم اعصاب چی هستن، کجاش خورد میشه که میگن اعصابم خورد شد؟ همچین میزنن زمین خوردش. در خدمت شما هستیم. یکم یه رف رو اعصابم، آره را اینقدر را نرو رو اعصاب من، یا مثلا اعصابم خورد شد، یعنی چه این حرفا؟ بفرمایید. شما عصب شناسی نوروساینتیست ما شما. اگه از همون اعصاب خورد شدن اگه نگاه بکنیم، میبینیم که وقتی که ما به چیزی که بهش میگیم منفی، که یک ارزشی هست که ما رو به یه نوع سیگنال های فکری میذاریم، وقتی این ذهن ما رو به صورتی پر میکنه که مغز در حالت خطر میره، که یک چیزی داره اینجا اتفاق میفته که بقای من رو زیر سوال میبره، یه چیزی اتفاق میفته به اسم cognitive overload، یعنی ذهن ما از ظرفیت خودش خارج میشه. آخ من اینجور شدم که از الان اعلام کنم. الان که دیم شده؟ نه کلن. کلن. یعنی کلن دیگه این ماها cognitive overload گرفتن. آره overload مثبت داریم، منفی داریم. حالا این قراره ایشون توضیح بده. overload دیگه overload. دیگه مثل که مثلا عطر خیلی زیاد هم بهتون بزنن بعد دیگه بدتون بیاد. درسته. و وقتی که مغز از ظرفیت خودش بیرون میاد، چیزی که اتفاق میفته، سیگنالایی که به مغز فرسته، ذهن از اوورلود میشه، ظرفیتش پر میشه، سیگنالایی که مغز میگیره این هستش که یه خبری داره اینجا میشه که بقای من زیر خطر داره میره. بنابراین آمیگدالا که همونطور که صحبت کردیم این دو بافتی هستن که احساسات ما رو خیلی سریع ترجمه میکنن و کارشون خطرسنجی هستش، شدیداً فعال میشن. وقتی که فعال میشن، بدن توی حالت دفاعی میره. و کاری که آمیگدالا میکنه، وقتی که بدن تو حالت دفاعی میره، خون رو به پریفرانتال کورتکس ما که جایی هستش که ما فکر منطقی میکنیم، آینده نگری میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، منطق غیره غیره، کاملا قطع میکنه. و دلیلش هم خیلی ساده هستش. من وسط خیابون وایستادم و یه ماشین داره به طرف من میاد. اگر من همینجا وایستم و منطقی فکر کنم آیا این به من میزنه یا نمیزنه و حالا چی میشه اگه بزنه، حالا نزنه، مردن تموم شده رفت. بنابراین کاری که آمیگدالا میکنه، خون رو و هورمونایی که به طرف پریفرانتال کورتکس میرن فوری قطع میکنه، هورمونای استرس میفرسته، تمام خون من به جای اینکه به مغز بیاد به عضلات و به پاهام میره. که اگر کسی جلوم وایساده که بقای من رو در خطر انداخته، بتونم باهاش بجنگم، اگر باید فرار بکنم فرار بکنم. و اون حالت فلایت یا فایت یا جنگ یا در رفتن پیش میاد به اصطلاح. وقتی که ما به اونجا میرسیم، اون چیزی هستش که ما بهش میگیم اعصابم خورد شده. به طور کلی در هر شرایطی وقتی ما یک موردی رو خارج از ظرفیت خودمون میبینیم که بتونیم بقامون رو به صورت خوبی پیش ببریم، میگیم اعصابم خورد شده. به دلیل اینکه میریم تو اون کاگنیتیو اورلود. حالا اگر به این ارزش‌های مختلف رو اضافه بکنیم، موضوع خیلی شدیدتر میشه. درسته. یعنی یه نفر میپیشه جلوی من، ارزش من این هستش که این نباید این کار رو بکنه، اگر میکنه یعنی این آدم هستش، شاید من اشتباه کردم، شاید اون اشتباه کرده، داستانایی که من برای خودم درست میکنم برای از بیرون بردن ظرفیت من خیلی سریع کمک میکنه. آها. بنابراین اون به اصطلاح ظرفیت هم پر میشه، مغز طرز کارش عوض میشه، استرس هورمونای مختلفی در مغز پخش میشه و اون چیزی هستش که من میگم اعصابم خورد شده. و چون داستان ها ادامه پیدا میکنه، این اعصاب خوردی ادامه پیدا میکنه. توجه کنید، حالا وقتی که توی ترافیک سنگین هستید، وقتی خونه میرسید و هزار یک جور داستان به خودتون میگید، باید بشینید یه مدتی یه چرت بزنید، خستگی اگزاستشن پیش میاد. به دلیل اینکه مقدار انرژی استفاده مقدار استفاده مغز از انرژی انقدر بالا میره که انرژی برای جاهای دیگه وجود نداره.
زمانیم که انرژی منفی رو داره استفاده میکنه، حالا منفی منظورم بیشتر احساساتیه که انرژی به نفعمون نیست، احساساتیه که مثل غم میمونه، مثل خشم میمونه، مثل ترس میمونه، مثل شرم میمونه، اینها دارن از انرژی میگیرن از توی سیستم. بعد اگر افکاری رو ما داریم انجام میدیم که بیشتر این نوع احساسات رو داره به وجود میاره، تشدید میکنه، ای تو این شرایط میبینین که اون اعصاب خرد کردن، برای اینکه این داره هی حالت دورانی میزنه و انگار رهایی ازش نیست و بعد از یه مدتی خستگی به وجود میاد. مثلا اینو شما نمیشنم این وقتی که در فضای افکاری هستیم که احساس آرامش و خوشحالی و شادی به وجود میاره، این بیشتر به بدنتون داره انرژی میده تا ازتون استفاده انرژی بکنه. هرچه تو این نوع احساسات، این نوع افکار و این نوع احساسات که ما حالا صداش میکنیم مثبت، بیشتر انرژی دارین دریافت میکنین، در انرژیتون بازسازی میشه، در حالی که اون یکی افکار و بعدن در کنارش اون نوع احساسا، انرژی از آدم داره استفاده میکنه، انرژی خیلی زیاد رو. و به خاطر همینه که پس اونجا که شما فهمیدین که من الان تو اون حالتم و اورلود شدم و بیش از حد، خب من گفتم تو قسمت شادی داریم و قسمت غم، دو نوع مختلف میتونه باشه. اینجا سوال پیش میاد که آیا مثلا من میرم عروسی میزنم میرقصم یا میرم کلاب یا توی شادی به من میرسه که اونقدر بزرگه که باید تقسیمش کنم با دیگران، یا منو به رقص و چرخش در میاره این شادی بیش از حد؟ البته رفتاری که شما در خارجتون میکنی با اون چیزی که در درونتون هستش ممکنه هماهنگی نداشته باشه ها. یه دیگه هم میتونیم راجبش صحبت کنیم، به اون تفاوت کاگنیتیو اورلود یا ایموشنال اورلود. یکیش که من گفتم من تو کاگنیتیو اورلودم، برای اینکه کار زیاده، اتفاقایی که باید بیفته در لحظه به لحظه، مثلا از صبح که بلند شدیم الان تا شب که من دوباره تو 10 کلاینت دارم، هر ساعت من تو فضای بعد دیگه یه جایی مثلا اون زمان استراحت کردن که راحت بشم نیست، پس میشه کاگنیتیو اورلود. ایموشنال اورلود اون چیزی بودش که من داشتم توضیح میدادم که احساسات در یک جای اینا به هم رفت، اینا کاملا به هم رفت. حالا یه تمرین خیلی کوچیک بکنیم، شما به یه چیزی که براتون بهش میگید منفی فکر بکنید. دارم فکر میکنید. حالا اسم منفی رو از روش بردارید، بهش بگید یک فکر، یه فکری که به نفعم نیست. نه اصلا به فکر نفع اینا من کار ندارم، اون چیزی رو که تا بهشون بگین یه فکر است. یه فکر تاثیرش روتون چیه؟ به اون که گفتید منفی و حالا که این یه فکر است تاثیرش چیه؟ حالم خوب شد. آها، ببین موضوع به همین سادگی هسته، چون که جوری که ما خودمون رو میفهمیم از طریق زبان هست دیگه. اینجا هستش که اون زبان شناسی خیلی کمک میکنه. ما ارزش هایی رو که به چیزهایی که میدیم از طریق زبان هست دیگه. این مثبت، این منفی هستش. خب حالا شما از کجا میدونید این فکر کردید منفی هستش؟ به دلیل اینکه یه مقدار داستان پشتش دارید و چون مغز هم حالت انجمنی کار میکنه، یعنی وقتی من و شما داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، راجع به انجین جت دیگه صحبت نمیکنیم، داریم راجع به یه چیزی صحبت میکنیم، بنابراین اون نوران هایی که مخصوص به این کار هستن فعال هستن. شما وقتی که طرز صحبتتون رو آگاه بهش بشید و به خصوص استفاده از لغاتتون آگاه بشید، مسئله منفی و مثبت قدرت خودش رو از دست میده و بعد چی اتفاق میفته؟ اون چیزی که هست، این کس، یعنی زمان حال منظورتون، زمان حال و اون چیزی که واقعا داره اتفاق، این شخص پیچید جلوی من و هیچ معنی نداره، ممکنه هزار یک داستان پشتش وجود داشته باشه که چرا این شخص این کارو کرد، ولی اگر من خودم رو تمرین بدم که روی مسائل اسم نذارم که اون اسم من رو نبره به داستانهای قبلی خودم، قدرت اون سیگنال کم میشه، لحظه ای تموم میشه، برای اینکه اون لحظه فقط به این میاد ترسیدم، خیلی خوب الان امنم، اوکی پس برم. و ترس خودش با یه اسم هستش. بله، ولی خب اون یه مقدار مهمه بعضی موقع وقتی که ما اسم میذاریم روی احساساتون برای درکش، ولی اون لحظه ای که مثل میمونه که شما هر لحظه ای دارین سعی میکنین که دنیای اطراف خودتون رو بشناسین و روی اون شناختش یه کاری بکنین، تصمیم روی... در نتیجه رو اون شناخت، اولین قدم شناخت کاتگوریزیشن کردن و گذاشتن اسم روی چیزی هست، دستبندیه. حالا حرف شما بسیار درسته که با هر اسمی به هر صورت یک بار
احساسی داره. و تاریخی میاد. حرفتون بسیار درسته که اون داره میاد، ولی از طرف دیگه هم خب میتونیم یه اتفاقی افتاد الان امنم بریم، حتی اگر نخواین اسمشو بذاریم. اینو شما داریم میگی، میگه اگه اسمم روی حتی اون احساس نذاریم میتونیم بگیم یه اتفاقی افتاد امنم بریم. شروع نه همین تصادف، مثلا همین که آره. پیچید جلو آره. یکی پیچید جلو، خب اون لحظه میتونم بگم ترسیدم، بعد شروع کنم برم به اینی که آدما چرا اینجوریان دارن داستان میسازن، این ادامه پیدا میکنه. و این چیزی که خانم دکتر گفتن کاملا درسته. من وقتی تدریس میکنم میگم وقتی چیزی اتفاق بهتون میفته، اولین چیزی رو که از خودتون بپرسیدن هستش که آیا بقای من در خطر هست یا نه. خب این بعضی وقتا واقعا مثلا یه شخصی از فامیل یا نزدیکان یا دوست، پدر مادر فرزند بیماره، خب وقتی به اسم اون بیماری میاد، مثل کانسر، مثل بیماری های دیگه که میدونی سابقه تاریخی داره که این بیماری با خطر داستان داره دیگه، به قول فرموش شما، خب وقتی که یکی از عزیزان دوچار اون هستش چجوری میتونی این بار از روش برداری؟ بار بر نمیدارید، ولی همونی که هستش بله. آها، سرطان میکشه، بعضی هم سرطان نمیکشه و این اینه که هست. اینطوریه برای خیلی از آدم ها. من تازه اتفاقا دقت کردم که زمانی که نمیدونن بیماریشون چیه خیلی ترس و وحشتشون بیشتره، چون نمیدونن چیه. ولی زمانی که اسم روش اومده، طرف تازه نگاه میکنه خب پس از هزار تا بیماری که میتونسته باشه حال تکلیفم روشن اینه، و بعد نگاه میکنم به بیرون که ببینم خب کاری که باید با این میشه انجام داد چیه، تازه میافتن روی غلطکی که قدم ها چیه که بعد برش انجام بدم که خودم رو نجات بدم. فرضاً از انگزایتی میاد پایین لغات هستش با داستان سازی پشت لغات، که بله اگر من بدونم مریضی که دارم به گفته شما یک مریضی شناخته شده هست، حالا میدونم که چه کارهایی باید بکنم که بهبود پیدا کنم. ولی وقتی هزار و یک جور داستان وحشتم بهش اضافه میشه، وحشت اضافه میشه، مریضی های دیگه استفاده میشه، سیستم ایمنی بدن پایین میاد و غیره و غیره. بنابراین خود من کسی هستم که به صورت منفی و مثبت رو به طور کلی قبول ندارم، چون کی ما فکر مثبت میکنیم؟ زمانی که انقدر فکر منفی کردیم که خستمون میکنه. من اینقدر شیمی خوندیم پس دیگه به درد نمیخوره، نه مثبت نه منفی، ریاضی و شیمی و اینا. ولی وقتی که از این برنامه کلاسه کردن مثبت و منفی بیان بیرون، نگاه میکنیم به اون چیزی که واقعا وجود داره، و وقتی که به اون چیزی که وجود داره رو نگاه میکنیم، حالا راه حل و امکانات براش به وجود میاریم. تا قبل از اون تو داستان‌ها یا داستان‌های منفی آره. یا خودفریبی که نه این اینطوری نیستش و در هر صورت از حقیقت جدا میشیم. آها، دیگه از تحقیق کردن و راه درست رو انتخاب کردن دور میشیم. شما میدونید دنیا یه جوریه که میدونید یه بچه 2 ساله سرطان میگیره میمیره. دنیا اینطوریه، برای هیچ کسی دنیا اینطوریه، هیچ کسی هیچ جایی برای کسی چیزی تعیین نکرده، دنیا داره اینطوری پیش میره. پس توی رویا در حقیقت زندگی نکنیم، تو خیالاتمون فایده نداره، به نتیجه هم نمیرسیم. یادمه که یه زمانی که میخواستیم ریاضی یاد بگیریم، معلم ریاضی سالای اول که میومد، همه ما این تجربه رو داریم، مثلا یه مسئله معادله که میخواست حل بکنه، تمام صفحه تخته سیاه یا همون که با ماژیک می‌نوشتیم پر میشد. بعد آخرای سال که میشد بهمون شورتکات یاد میداد، گفت خب حالا اینا رو یاد گرفتین، بدبختی رو کشیدین، حالا یه راهی یادتون میدم، از این راه میتونین این معادله رو سریع حل بکنین. حالا این برنامه از بس کوتاهه، ما اون شورتکات ها رو از شما دوتا عزیز میخوایم که واقعا چیکار کنیم با این افکارمون و زندگی که واقعیت هاش مثبت نیست و رویایی که برای خودمون میسازیم واقعا با واقعیت های زندگی ما خیلی فاصله داره. واقعیت نه مثبت نه منفیه، فقط هست. واقعیت هست. شما وقتی میگید واقعیت مثبت نیست، چیزی که من میشنوم چیزی که مثبت نیست و فوری با سختی ها رو میبینیم دیگه. زندگی خب زندگی آسونی نیست، سختی هم خودش اسمه. زندگی اونی هست که هست، برای شما یک جور طرز دید داره، برای همسایه شما که بغل خونه شما زندگی میکنه یه طرز دید، هر دوتون هم همون توا رو دارین استفاده میکنه، همون جاده رو رانندگی میکنه، منتها طرز دید هستش که اون تجربه رو به وجود میاره. برمیگرده به همون دنیای درون، پس فرقی نمیکنه که بیرون اتفاقات برای همه تقریبا یکسانه میگین، ولی این دنیای درون ما هست که چجوری نگاه میکنه. در حالی که اینطور نیست، خب خیلی تفاوت هست. واقعیتی که برای ما داره ساخته میشه مکررن یک ازدواج بین
اتفاقایی که درون ما اتفاق میفته، اتفاقایی که بیرون اتفاق میفته، دوباره این میاد درون، دوباره ببین یک سیکله. یعنی فقط در وجود ما نیستش که ما تو بابل داریم زندگی میکنیم و یه بیرون هست یه درون. اینا دائم با هم دیگه داره کار میکنه، درسته؟ یعنی یه کسی مکمل یک اتفاقی بیرون میفته، این داره میره درون من، تصویراش داره به وجود میاد، با این تصویرا، داستان سرایی یا احساسات، یک رفتاری از من به وجود میاد که این رفتار دوباره تاثیر میذاره اونجا، بعد اون گروه دوباره تاثیر میذاره، دوباره برمیگرده و اینه که داره یک رابطه ای که مکررا اینجا داره اتفاق میفته و این واقعیتیه که هم من دارم میسازم به وسیله چیزی که بیرون منه. این دوتا در کنار هم در حال واقعیت ساختنه و در هر ثانیه در حال تغییر، در هر ثانیه در حال تغییر. در نتیجه این نیستش که یک واقعیت مطلقی بیرون هست بعد من در یک افسانه مطلقم. هیچ کدوم اینا مطلق نیست، لحظه به لحظه این دوتا داره به وجود میاد. بعضی موقع هست که من دارم اون واقعیت بیرون رو تو ذهنم در داستانی مطلق میکنم. این آدم بده، این آدم دزده، این بیماری اینه، میدونین چی میگم؟ منم که دارم واقعیتی رو که بیرون هست رو به عنوان یک افسانه مطلق میکنم، یا باورهای خودم رو در درون خودم مطلق میکنم. اینا هیچ کدومش مطلق نیست، اینا در حال رقص با همه که داره یک واقعیتی رو به وجود میاره اینجا. و این مطلق کردن جایی هست که اون ظرفیت ذهن پر میشه. ما ذهن، مغز خارج از مسئله فیزیکلی مدارهای مختلف داره، دید ما مدارهای مختلف داره، شنواییمون مدارهای مختلف داره، مدارهای درکی ما چیزی هست به اسم DMN یه حالتی داره که وقتی تو حالت مطلق ببریمش برمیگرده به داستانهایی که بهمون گفتن. و وقتی در زمان حال نگهش داریم کاملا خلاق میشه. DMN کاملا مثل مغز حالت پارادوکس داره. وقتی که ولش بکنید هزار یک جور داستان میسازه، معمولا به نفع ما نه. وقتی که تنظیمش بکنید کاملا خلاق میشه. بنابراین این نیستش که همطور که ایشون گفتن ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که ثانیه به ثانیه داره عوض میشه و همینطور مغز ما ثانیه به ثانیه، یعنی من و شما کسی که 2 دقیقه پیش بودیم نیستیم، چون یادگیری ها اینجا اتفاق افتاده. من یه نورانای جدیدی به وجود آوردم، شما یه نورانای جدیدی، همینطور بینندگان عزیز بینندگان. و بنابراین ما دائم در این شرایطی داریم زندگی میکنیم در حال حرکته و ما فکر میکنیم که اگر چیزها رو مطلق نگهشون داریم کنترلمون روش بیشتر میشه و در زندگی برنامه کنترل فانتزی بسیار بزرگی هستش. چیزی به عنوان کنترل وجود نداره. تو برنامه‌های مختلفی که با خانم دکتر داریم، برنامه لایف در مورد مهارت‌های زندگی بیشتر صحبت میشه و اینکه مثلا زندگی من و همسایه‌ام ممکنه متفاوت باشه همه با هم، ولی وقتی مقایسه میکنی یه نفر زندگی راحت تری داره ولی خوشحال نیست، یه نفر زندگی سختی داره ولی خوشحاله، این تفاوت از کجا میاد؟ میدونی چی میگم؟ یعنی یه نفر حالا اطرافش یه عالم مصیبت هست، به قول حالا اصطلاح خودمون مسئله هست، مشکل هست، ولی میبینی که درونش آرومه، خوشحاله، انسان خوشبختیه، انسان راضیه، ولی یه نفر میبینی از بیرون که نگاه میکنه همه امکاناتی داره، ویترین خوبی هم داره، ولی چرا درونش اینقدر ناآرومه؟ این از نظر عصب شناسی کجای کاره؟ والا به عصب شناسی زیاد کار نداره، به اون کار داره که ما خودمون رو چجوری، همطور که ایشون گفتن دورایی که من درس میدم مهارت خود راهبری هستش، این هستش که ما با زندگی خودمون چی کار میکنیم. وقتی که من توی خونه راحت نشستم، قضام هستش، پول بنز کافی تو بانک دارم، یه ماشین دارم که کارشون میکنه، یا این برای خوشحالی اون موقع کافیه، یا من باید 3 برابر این رو داشته باشم. ما بشرا یاد گرفتیم از هر جایی که هستیم باید جای دیگه باشیم. یعنی انتظار و توقعات به خصوصی داره. توقعات به خصوصی این با رشد چه تفاوتی داره؟ با رشد ببین وقت نگه میداره، بخاطر اینکه شما وقتی توقعات به خصوصی دارین و اون توقعات رو نگه داشتین و باز اونا رو مطلق کردین و فکر میکنین که حدتونه که اینها رو داشته باشین، فضای جلویی که هست رو نمیبینین و تو اونی که هست روش نمیکنین، چون گیر کردین، خودتون رو محدود کردین توی جایگاه. و وقتی که اون چیزی رو که فکر میکنید باید داشته باشید ندارید، بعد این دنیای بدیه که اون چیزی رو که من باید داشته باشم بهم نمیده. اشکال
بشریت ها تو باید ها و نباید های ما اتفاق میفته. این باید بشه، این نباید بشه. و چون ما هیچ گونه کنترلی روی باید ها و نباید های نه تنها خودمون و دیگران هم نداریم، دائم دست و پنجه داریم نرم میکنیم با اینکه چجوری من یه چیزی رو کنترل بکنم. شما فرض کنید ماشینتون رو به هیچ صورت کنترل نمیتونید بکنید. تنها کاری که میتونید بکنید هدایتش میتونید بکنید. درسته. ما بشر هم همونطوری هستیم. ما تنها کاری که میتونیم یاد بگیریم با یه مقدار تکنیک ها، ابزار ها و آگاهی ها خودمون رو هدایت بکنیم. و در همون هدایت کردن هم یه چیز خیلی قشنگ میگم، میگم اگر میخوای خدا رو بخندونی بهش بگو برنامه چیه. درست. حالا یه قسمت دیگه ای که راجع به این اگر میخوای بخندونی بگیم برنامه چیه، خب یه برنامه سازی هم داریم. یعنی از اون طرف هم این هستش که هر جایی که دید شما، انرژی شما به عنوان یک جایگاهی که قرار قصد و مقصد بخوایم بریم، به هر صورت داریم خودمون رو به اون طرف میبریم، ولی گیر نباید بکنیم توی اون مقصدی که وجود داره. برنامه‌سازی رو یک فانتزی های مختلف نباشه، با حقیقت بینی باشه. بله، چون من تو افسانه باشه های... گیر میکنه. من یه قدرت هایی دارم، من با قدرت های خودم میتونم سوار ماشین بشم و رانندگی کنم اینجا. بله. ولی قدرت پرواز کردن رو ندارم. ولی خب بعد بازم بدونین کجا میرین. یعنی شما میتونین بشینین توی ماشین، هی دور خودتون بچرخین و نمیدونین کجا میرین. در چه قصد پیدا کردن به اینی که من کجا دارم میرم، تا اینکه فقط به اجازه بدم مسیر زندگی منو داره میبره، مگر اینکه یک سری سوالهای زندگی تصمیمتون این باشه که بر مسیر زندگی ببرتتون ببینین چی میشه. کسانی هستن که مثلا رها میکنن همه زندگیشون رو، بلند میشن میرن در مسیر زندگی، میرن مسافرت و اجازه میدن تو مسافرت هر اتفاقی که میفته باشه و اون تجربه آنی و عینی که همون لحظه دارن. ولی کلا در زندگی وقتی که یک سری قراردادهای بر خودتون میذارین یا یک هدفهای اهدافی بر خودتون میذارین که به طرف اون دارین میرین، توی اون مسیر با واقعیت بعد وقتی که به یه جایی میرسین اون وقت احساس قدرت میکنین، احساس رضایت میکنین. چون من یک ایمیج رو گذاشتم، یک فضایی رو، مثلا میخوام کتاب بنویسم و بعد از اونجا قدم ها اتفاق میفته تا شما کتابتون رو بنویسین و بیان اونجا، یک احساس خوبی آدم میکنه نسبت به خودش که اینا رو به وجود آورده. و در همون زمان در همون مسیر که من هدفم رو گذاشتم، انعطاف پذیری خیلی مهمه. شما هم شما کتاب نوشتید هم من. دیدی چند بار یک چپتر عوض میشه از اون چیزی که من فکر میکردم یه چپتر خواهد شد، کاملا یه چیز دیگه در میاد. ولی اگر تا وقتی میخوام اینو بنویسم، هی به خودم میگفتم تو که قرار بود این کارو بکنی چرا نکردی، و هزار یک داستان برای خودم درست میکردم، بعد چپترهای دیگه اصلا به این نمیخورد، این میشد 7 کتاب که قابل خوندن نبود. درسته. بنابراین و شما در جلسه های قبل که صحبت کردیم راجع به رشد صحبت کردیم، ما چجوری رشد میکنیم، چجوری مغز رشد میکنه. مغز در جایی رشد میکنه که انعطاف پذیر باشه. نوروپلاستیسیتی یعنی نوران هایی که مثل عنوان پلاستیک ساخته شدن و انعطاف پذیر هستن. ما بهترین کاری که برای رشد خودمون میتونیم بکنیم این است که دیدگاه های خودمون رو به جایی ببریم که مغز انعطاف پذیر بشه، بلکه تعصب نداشته باشیم، خشک نباشیم. حالا اینطوری که حالا از یه طرز گفتنشه که متعصب روی چیزی نباشیم و هیچ چیزی به قول شما نه خوبه نه بده. ولی نتیجه‌ای که من از فرمایشات شما دوتا عزیز میگیرم اینه که ما اگر به نیازهای اولیه توجه بکنیم، مثلا من اگر یه دونه فنجون چای بخورم، دوتا سه تا دیگه بعدیشو نمیتونم بخورم، نیازهای من برطرف میشه. ولی یه نیازهایی هستش که قابل رشده، مثل کتاب خوندن، مثل کتاب نوشتن، مثل بودن، حضور در زندگی و لحظه. من اینجور دارم استنباط میکنم که به داشتنها زیاد توجه اونقدر نکنیم که به بودن و حضورمون و رشدمون، این شاید به ما آدم های جورایی آرامش بده. ما آدم های نارومی هستیم هممون و دنباله نه دیگه، شما در برنامه قبلی گفتیم که مغز میخواد که آروم باشه. مغز در آروم بودن ولی... رشد میکنه. مغز تنها چون چرا رشد میکنه؟ چون در توازن میاد. یکی از چیزهایی که توازن ما رو کاملا از بین میبره تضاد بین پندار، گفتار و کردار هستش.
و برای همین وقتی برمیگردیم به فلسفه های شرقی یا فلسفه خود ما در ایران باستان، گفتار نیک، رفتار نیک، پندار نیک وقتی... یا پندار نیک از اول، پندار نیک از اول و یا به فلسفه های اگر شرق نگاه میکنیم، گفتار درست، پندار درست و کردار درست، طرز دید درست، طرز معاش درست و هشت پایه‌ای که فلسفه شرق داره. بنابراین من همیشه توی دوره‌هام میگم موضوع از این حرفا خیلی ساده تره. به جای اینکه بریم دنبال چیزای خیلی پیچیده، پندار، گفتار و کردارمون رو هماهنگ بکنیم. مواظب باشیم چیزی که از دهنمون در میاد داریم بهش عمل میکنیم. مواظب باشیم جوری که با دیگران رفتار میکنیم همون جوری است که دلمون میخواد با ما رفتار بشه، و مهمتر از همه خود مهربان باشیم. چون وقتی خود مهربان هستیم با دیگران هم مهربان میشیم. تمام پژوهش‌ها و دیدگاه‌هایی که راجع به مغز وجود داره در سلف کامپشن یا همون خود مهربانی، طرز کار مغز کاملا فرق میکنه. بنابراین میتونیم توی مسائل خیلی پیچیده روانی و عصب شناسی و غیره صحبت کنیم، ولی برای زندگی روزمرمون ابزاری که خیلی خوب کار میکنه و خیلی عمیق کار میکنه، هماهنگ کردن پندار، گفتار و کردار و خود مهربانی هستش. یه فرمول خوب و آسون که علمم نشون داده دیگه، عصب شناسی هم نشون داده که اگر من فکر درست بکنم روی هورمون های من، روی مغز من، روی کانکشن رو همه چی اثر میذاره. فرمول ساده هم که اول گفتم شورتکات به ما بدین همین که پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک. یکی از کارهایی که اون پندار رو میتونه اضافه کنیم به قسمت پندار اینه که ارزش‌هایی رو برای خودمون به وجود بیاریم که بگیم روی این ارزش‌ها ما پایبندیم. حالا بعضی موقع کسانی که مذهبی هستن اینا رو از مذاهبشون میارن، ده فرمان، نمیدونم اصول دین، فروع دین، به هر کدوم از اینها که نگاه کنید، وقتی نگاه میکنیم به بن پندار نیک، اگر که یک سری اصول برای خودمون ما به وجود بیاریم، حالا از هر جا، از تجربیات آدم ها میگیرن، از هر جایی که هستن، که وقتی مسائل دنیا رو به رو باهاش میشیم و میخوایم نگاه کنیم که با چه معیاری نگاه بکنیم که ما برخورد داشته باشیم، اصولی رو که برای خودمون انتخاب میکنیم معیار زیبایی رو میتونه به وجود بیاره که در کنار این از جایگاه این شروع کنیم نگاه کردن. مثلا اگر یکی از معیارهایی رو که من انتخاب میکنم عشق و مهربانیه، نیکوکاریه، این دیگه هر اتفاقی جلوی من بیفته عصبیم بکنه و و و، میتونم برگردم از این معیار با اون برخورد داشته باشم که اون پندار رو مشخص میکنه، این فونداسیون شما میشه دقیقاً. بعد از اونجا میاد روی گفتارم، از اونجا میاد روی کردارم، و بعد این هی این سیکلیه که گفتم، اینجا یک واقعیت رو ما هی درست میکنیم، این واقعیت رو ما از یک سری ارزش هاست که داریم برای خودمون مکررن درست میکنیم. و ما واقعا احتیاج نداریم که پندار و گفتار و کردار رو هر سه تا رو با هم بکنیم. یکیشو که انتخاب بکنیم وسط بر همش هستیم. چون من نمیتونم پندار بد داشته باشم ولی کردار خوب، نمیتونم گفتار بد داشته باشم ولی کردار خوب داشته باشم. بنابراین یکیش مگر اینکه دروغ باشه، مثلا گفتار دروغی باشه که دیگه اون استراتژی به وجود میاد. بنابراین من برای شخص خودم یکیشو انتخاب میکنم، اون چیزی که عادت هام بیشتر توش خوابیده، و بعد یکی از اون عادت ها رو میشکنم. درسته. طرز دید من به رشد به طور کلی این استش که ما کاری نباید بکنیم. یه کاری نباید بکنیم. مثلا دروغ نگیم یعنی راست گفتیم. وقتی راست بگیم حالا پندارو یعنی دروغ نگفتیم. بنابراین چیزی که من دوست دارم این جلسه رو شاید باش تمام بکنیم این استش که موضوع رو زیاد پیچیدهش نکنیم. موضوع خیلی ساده، مغز با تمام پیچیدگیش بسیار ساده کار میکنه و برای همین هم هست که انقدر میتونه پیچیده کار بکنه. کلمه که حالا فارسیش نمیدونم چی میشه، افیشنسی، شاید با تمام پیچیدگیهاش بتونه افیشنت کار بکنه. آره، اون افیشنت کار کردن ساده نیست، ولی جوری کار میکنه که کاربرد خیلی خیلی سریع و بالایی رو داره. من نتیجه گرفتم که روی یه پایه اگر به سادگی زندگیمون رو بذاریم و اون هم محبت،
فکر میکنم بقیه کاراش درست بشه، که محبت و مهربانی چیزیه که ریسرچ‌های جدیدم نشون میده، کسایی که یه روز راجبش صحبت کردیم آخر عمرشون هست و باشون صحبت میکنن، هیچ کدوم نمیگن که ای کاش یه خونه جدید بیشتر ساخته بودیم، ای کاش اینم داشتیم، یه مدرک بیشتری گرفته بودیم. هیچ کدومشون اینو نگفتن، همشون گفته بودن کاش محبت بیشتری داشتیم، کاش به دوستامون بیشتر عشق داده بودیم، بیشتر در کنار خانواده‌مون بودیم. و خلاصه این برنامه من فکر میکنم که محبت باشه. محبت رو از خودمون شروع کنیم. مرسی از شما، محبت هر دوی شما عزیزان، به امید برنامه‌های بهتر برای شما.